شما میخواین اقامت امارات رو داشته باشین، پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کنین. از اونجایی که کشور امارات قانون گرفتن اقامت رو برای ایرانیان عزیزمون با پاسپورت ایرانی آسون کرده، از سه راه شما میتونین اقامت بگیرین. یکی از طریق ثبت شرکت، یکی از طریق خرید ملک و دیگری از طریق خوابوندن پول توی حساب بانکیتون توی بانکای امارات هستش. در مورد خوابوندن پول و خرید ملکتون بمونه برای پست‌های بعدی. فعلا میخوایم در مورد ارزون‌ترین راه و آسون‌ترین راه ثبت شرکت صحبت کنیم. خب از طریق ثبت شرکت شما میتونین اقامت 2 ساله بگیرین. چه کسایی اقامت میتونن بگیرن روی ثبت شرکت؟ به عنوان مثال یه خانواده، زن و شوهر، پدر و مادر زن، پدر و مادر شوهر و بچه‌هاشون، اگه پسر باشه زیر 18 سال و اگه دختر باشه تا زمانی که ازدواج کنه، حالا میخواد تو 40 سالگی ازدواج کنه، میتونه اقامتشو بگیره. خب حالا چجوری باید اقدام کنن برای این ثبت شرکت؟ راهاشو دونه دونه میگم بهتون. توی امارات 3 نوع شرکت داریم، بستگی به تخصص و کار خودتون یکشو انتخاب میکنین. ثبت شرکت خدماتی داریم، تجاری داریم، صنعتی داریم. خدماتی که مثل زدن کافه رستوران و کافی شاپ و نمیدونم خوشویی اینا هستش، صنعتی مربوط به کارخانه جات میشه و تجاری هم مربوط به تجارت میشه. حالا شما اینو انتخاب کردی، اولین کاری که انجام میدین از اداره اقتصادی درخواست CAD میدین. اگه تایید شد و باهاتون موافقت کردن، میری مراحل بعدی کارتون رو انجام میدین. اسم شرکتتون رو انتخاب میکنین. حالا مغازه یا دفتری که میخوای را بندازی میتونی به صورت موقت باشه، میتونی همون لحظه هم را بندازی. بعد دیگه کاراتو که انجام دادی، لایسنس براتون صادر میکنه اداره اقتصادی و لایسنس رو صادر کرد، بعد میتونی به این دنبال کارهای اقامتتون. کلن هزینه ثبت شرکت بستگی به نوع شرکت و تعداد نفرات داره، بین 22 هزار درهم تا 30 هزار درهم متفاوته. عزیزانی که میخوان شرکت ثبت کنن توی امارات و بعدش اقامت بگیرن، میتونن با شمارهایی که توی کپشن گذاشتم ارتباط بگیرین، به نحو درست و صحیح در کمترین زمان براتون کارتون رو انجام میدن. مرسی.